سلام و عید همه شما مبارک. این نمایشگاه به همت ریاست امور زنان و مؤسسه انکشافی پیشرو افغان و آمریت تجارت صنعت در مرکز شهر بامیان به مناسبت عید سعید فطر برگزار شده و همه محصولاتی که در این نمایشگاه هست توسط بانوان بامیانی و با فرهنگ و صنایع دستی محلی آماده شده که امیدواریم در روزهای پیش رو خانمای تجارت پیشه ما از این ابتکارشان بتونه حدی از این استفاده را به عمل بیاره. تشکر والی صاحب. در سالهای اخیر با توجه به تشدید جنگ و ناامنی در این حال برخی از سرمایه گذار کارشان از رونق افتیده، جهت رشد کاربار از نو حکومت چی تلاش های انجام داده؟ خب متاسفانه بحث کرونا و یک مقدار ناامنی راه سبب شده که ما تعداد کمی مهمان داشته باشیم. امسال تلاش بیشتری در این بخش خواهد بود که امیدواریم آتش بسی سی روزه به وجود تمدید شود تا در بخش گردشگری و توسعه توریسم کار شود. تمام تلاش اداره محلی علی رغم چالش ها و مشکلات که در سطح کشور وجود دارد متمرکز است روی توسعه توریسم و صنعت گردشگری و این تنها راهی است که میتونه بامیان را از مجموعه گرفتاری ها و مشکلاتی که داره بیرون بکنه و انشاءالله که آباد آرام بسازه. سلام خدمت شما، ضمن خوش آمدید به شما و عید مبارکی. در اینجا در حدود 20 غرفه به نمایش گذاشته شده، البته از سراسر ولایت بامیان است. در اینجا 20 انجمن صنایع دستی که البته شامل زیادتر از انجمن ها باشد، تنها به نمایندگی انجمن ها 20 غرفه اینجا به نمایش گذاشته شده برای 3 روز به خاطر عید سعید فطر و همچنان تشویق سرمایه گذاران و تشویق خانم ها و بازاریابی برای محصولات صنایع دستی خانم ها به نمایش گذاشته شده. شمار خانم های تولید کننده صنایع دستی یا تولید کننده های محلی که در بخش تجارت های کوچک کار میکنه یا انجمن هایی که هست و چه تعداد میرسه آمارشان، آیا نسبت به سالهای گذشته رشد داشته یا ای که رو به کاهش است؟ گرچن این آمار خیلی دقیق پیش ما موجود نیست، ولی آماری که پیش ما موجود است در حدود 74 انجمن ما فعلا پیش خود به صورت غیر رسمی البته ثبت راجستر داریم که هر انجمن بیشتر از 10 خانم در اونجا عضویت داره، ممکن بیشتر از 700 خانم باشه. اما ما فکر میکنیم که کسایی که در این بخش کار میکنه خیلی زیادتر از است. مثلا خانم زهرا کاظمی شاید بیشتر از 400 خانم همراهش کار میکنن. ما فکر میکنیم که کسایی که در این بخش کار میکنه خیلی بیشتر از است. وضعیت چگونه است؟ اینو تولیداتشون بهتر شده، رشد کرده، بازاریابی و مارکتینگشان یعنی وضعیت کیفیت کالاها بسیار بهتر نظر به گذشته شده، اما متاسفانه به خاطر ویروس کرونا و به خاطر جنگ و ناامنی که بر فعلا وجود داره متاسفانه کم کاربر از جا در رکوده. واقعا چالش ها فراروی سرمایه گذارا بسیار زیاد است.
در قسمت شهرک صنعتی زمین شهرک صنعتی در حدود 522 جریب زمین در ساحه قرغنتو کاملا انتقال پیدا کرده به عمرت صنعت و تجارت، اما متاسفانه به خاطر نبود برق ما هنوز نتونستیم اونجا کدام کار را انجام بدیم و ما پیشنهاد در وزارت صنعت و تجارت داریم که زیر ساخت ها و سرک های زوره امسال بخیر جور بکنه و کار از شروع شود. امیدوار هستم که کار شروع شود، گرچه ما پیشنهاد شده کارا تا یک مقدار پیش رفت، امیدوار هستم که بودجه پیدا شود و کار انجام شود، اما به خاطر نبود برق این مشکلات هست. مشکلات کسایی که در بخش صنعت کار میکنه ما مشکلات داریم. بله، تشکر و عرض سلام خدمت شما و عید برای کل شما مردم بامیان تبریک میگم. ریاست امور زنان به خاطر حال فعلا خوب وضعیت زنای تجارت پیشه بعد از تقریبا وقتی که مرض کرونا شروع شد خیلی وضعیت چون بد شد، تقریبا ما بگوییم که رو در سقوط بود، به خاطر که اصلا چون بخش تجارت که است تجارت خانم‌ها روی گردشگرا میچرخه، چون گردشگرا کلا از بامیان مثلا در کل ولایت ها متوقف شد، شرایط قرنطینه نامد، خانم‌ها بسیار ضرر کردن که یعنی من میگم که صنایع دستیشان سقوط کردن، خیلی وخیم بود. و از طرف دیگه اینا اقتصادشان بسیار پایین رفت، چون بامیان یک ولایتی است در زمستان خانم‌ها کار میکنن روی سرمایه خود و در بهار به خاطری که گردشگرا میامد اینا دفروش میرسن که متاسفانه انجام نشد. و از طرف دیگه به خاطر دوباره احیا شدن صنایع دستی از اینا ریاست امور زنان زیادتر کوشش کرد که خانم‌ها زیاد متضرر نشوند. نمایشگاه کوچیک مثل که امروز ما به خاطر از اینکه اکثر مثلا میهمانا خارج از ولایت میان به مو خاطر در سر سرک گرفتیم، یعنی دور از موقعیت از این نگرفتیم که از داخل بازار چون کلگی از اینجا رفت رو میکنه، به این می خودش یک ابتکار است که خانم ها دوباره سر پای خود ایستا چا. بر علاوه از اون ما کوشش کردیم که خانم ها را در ولسوالی ها ببریم انتقال بدیم، مثلا نمایشگاه بگیریم و در هر مراسمی که از طرف ریاست امور زنان بود اینا را دعوت میکنیم، چون خب ما متاسفانه فعلا یعنی میهمان خارج از ولایت زیاد نداریم. بازم خوب است یک مقدار اینا روحیه میگیره و کمی کمک میشه، اینا ما گفته نمیتونیم که اینا سر پای خود استاد میشه، ولیکن یک کمک میشه که اینا شو. به خاطر ابتکارات مثلا ریاست امور زنان امریت تجارت به کمک مالی مؤسسه پیشرو افغان دایر کرده و همینطور بعضی ورکشاپ ها ورکشاپ های دیزاین یا تجارت مدیریت هم به ما زیادتر در ولسوالی ها، چون ولسوالی ها همیشه دور افتاده از چشم است، به خاطر در ولسوالی ها هم زیادتر کوشش میکنیم خانم ها بیاین در ورکشاپ ها شرکت بکنن و همچنان ارتقای ظرفیت. بله، چون خانم ها وقتی که میبینن روز در روز مثلا کشور رو به ناامنی شده میره، مثلا بامیان هم تاثیرات خود داره و خصوصا راه های مواصلاتی بامیان که متاثر از امیر راه های مرکز است و دیگه ولایت، خانم ها زیاد نگران از این هستن که این می فعالیتی که ما در چند سال مثلا انجام دادیم نشه که پس دوباره به صفر سقوط بکنه، به خاطر نگرانیشان بسیار زیاد است و همچنان اینا زیادتر خواهش از ریاست امور زنان اینا بود که ما از طریق وزارت امور زنان باید دادخواهی شود، نباید نیروهای امنیتی یک قسم بدون مسئولیت، چون چندین سال مثلا برای حمایت از زنا اینا همکاری داشتن بودجه خرج کردن، نباید تو بدون مسئولیت رها بکنه افغانستان. و خواهشان زیادتر است که جامعه جهانی در این باره بسیار نقش داره، نباید جامعه جهانی ایلا کنه مثلا نیروهای ناتو بدون کدام مسئولیت بدون کدام تعهدی که از طرف طالبا بگیره افغانستان را رها بکنه و بره. خواهش زیاد اینا دارن که نمیشه که مثلا در یک دقیقه دو دقیقه آدم تشریف.
خب به نام خدا شریف مهروش هستم، مدیر مسئول انجمن صنایع دستی زنان بامیان. طور که میبینین دومی عید رمضان است و نمایشگاه با مناسبت صنایع دستی که نمایشگاه صنایع دستی برگزار شده مخصوص صنایع دستی است و کلا خانم ها همونطور میدانین که در دهی بخش کار میکنن و اگر این نمایشگاه ها بجز این دفعه که برگزار شده هر بار اگه یک نمایشگاه ها از طرف ارگان های مختلف برگزار شده خیلی یک تاثیر مثبت سر رشد فرهنگ ما و سر رشد خانم ها داره و خانم ها بیشتر در این تشویق میشن که بیشتر فعالیت خود را در بخش صنایع دستی. ما 24 دکان هستیم و بیشتر از این چون نمایشگاه ها زیادتر برگزار میشه خانم ها بیشتر تشویق میشه و انجمن های بیشتر راجستر میشه. بله، چه چیزایی اینجا آوردن به نمایش گذاشتن؟ تولیدات محلی، صنایع دستی که آوردن شامل چه چیزا میشه و آیا اینا را خانم‌ها تولید کردن؟ خب محصولات را که ما آوردیم، محصولات را که تهیه کردیم کلان محصولاتی دست ساختی خود خانم های تجارت پیشه ولایت بامیان میباشه که هر خانم 45 شاگرد دارن که مواد خام را خود ما تهیه میکنیم و اونا بر ما جور میکنن که از قبیل واسکت برک، کرتی، کفشای نمدی، نمد، کلا، لباس های هزارگی، یخندوز مردانه و غیره چیزا هست که ما آماده میکنیم و اینا کلا دستاورد زحمت خود زنان بامیان میباشه.